از بیت المقدس با برنامه هارتاک بهتون خوش آمد میگم. من استفن سکر هستم. در حال حاضر در اسرائیل نوعی احساس آشکار نگرانی دیپلماتیک وجود داره. در بتن این احساس این مسئله قرار داره که اسرائیل در بعضی از مسائل اساسی از برنامه هسته ایران گرفته تا گفتگوهای صلح با فلسطینی ها با متحد اصلیش آمریکا اختلاف داره. مهمان امروز من یووال اشنک‌نیتز یکی از وزرای ارشد اسرائیل از منظر استراتژیک آیا اسرائیل توان این رو داره که یک تنه جلو بره یوور اینشتکنیتس به هارتاک خوش اومدید شما در این کشور مسئول پرونده هسته ای هستید که به پرونده ایران معروفه برای همین هم میخوام با ایران شروع کنم ایران رئیس جمهور جدیدی داره و لحن تازه از جانب سیاستمداران ایرانی به گوش میرسه آمریکا هم به وضوح مایل که با رهبری جدید وارد تعامل بشه چرا اسرائیل از این استراتژی آمریکا حمایت نمیکنه That American strategy. اولا روحانی لحن متفاوتی داره اما باید دید آیا محتوای جدیدی هم در حرفاش هست یا نه لحن مهمه اما کافی نیست سانیا اسرائیل با مذاکرات دیپلماتیک پنج به علاوه یک با ایران مخالفتی نداره این مذاکرات از سال 2003 شروع شده و حدود ده سالی که جریان داره اون موقع ایرانی ها فقط 160 سانتریفیوژ داشتند اما حالا حدود 20 هزار سانتریفیوژ دارند با این حال ما در روبروی راه حل دیپلماتیک نمیبندیم برعکس اگر آمریکا و پنج به علاوه یک در رسیدن به راه حل دیپلماتیکی جامع و رضایت بخش موفق بشن ما هم از کارشون حمایت خواهیم کرد and Satisfact diplomatic solution mm. بسیار خوب اگر همونطور که همین الان گفتین لح مهمه آیا وقت اون نرسیده که اسرائیل لحنشو رو عوض کنه؟ مثلا خود شما چندی پیش گفتین که رئیس جمهور جدید ایران با لبخند مشغول است و خطری برای کل جهانه نخست وزیر شما بنیامین نتانیاهو در توصیف روحانی میگه اون گرگیه در لباس میش این کلیشه ها باید یه زمانی تموم بشه اینطور نیست؟ به نظر من تاکید بر این موضوع اهمیت زیادی داره از یک سو استفاده از لحنی مثبتتر و معتدلتر اتفاق خوبیه اما از سوی دیگه نباید گول بخوریم لحن مهمه اما مسئله اصلی نیست مسئله اصلی میبخشین آقای وزیر ولی مسئله فقط له نیست سرویس های اطلاعاتی خود شما و سازمان اطلاعاتی نظامی خودتون بهتون گزارش داده که در ایران اتفاق بسیار مهمی داره میافته. روزنامه هارایتس اخیرا گزارشی رو فاش کرده که جنرال آویف کاشاوی تهیه کرده بود این گزارش رو اون گفته پس از انتخاب روحانی تغییرات واقعی در عرصه سیاست داخلی ایران اتفاق افتاده که در چند سال اخیر بی سابقه بوده این تغییرات مهم و استراتژیک هستند بله درسته و من واقعا امیدوارم که روحانی در مورد انجام برخی اصلاحات در داخل ایران صادق باشه و مثلا از فشارها بر جوانان و اپوزیسیون کم کنه و آزار و اذیت و بعضا حتی اعدام همجنسگرایان رو کاهش بده و چیزهایی نظیر اینها اما در مورد پروژه هسته ای شاید شاهد لحن تازه بودیم اما محتوای جدیدی ندیدیم تا به اینجا علاقه واقعی از سوی ایران برای کنار گذاشتن برنامه هسته نظامیش ندیدیم. اجازه بدین خیلی روشن بگم. یه راحل خیلی ساده و منطقی وجود داره. به ایران اجازه بدیم برق هسته تولید کنه و تنها از این کشور بخوایم سوخت هسته رو از هلند یا فرانسه بخره درست مثل همون کاری که بیشتر کشورهایی که برق هسته ای تولید می کنند انجام می دهند. اما آقای وزیر این که بگیم سوئد، بلژیک، سوئیس، مکزیک، اندونزی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و خیلی کشورهای دیگه برق هسته ای تولید می کنند. اما سوخت هسته ای رو از جای دیگه ای می خرند. اما اسرائیل این اختیار رو نداره که به ایران بگه که تحت هیچ شرایطی حق غنیسازی اورانیوم رو نداره ایران پیمان من گسترش سلاحهای اتمی رو امضا کرده و این حق رو داره که تحت نظارت بینالمللی اورانیوم رو غنیسازی کنه و دولت جدید ایران میگه که آماده است در مورد مقیاس و سطح و حجم برنامه غنیسازی گفتگو کنه اما حاضر نیست کلا از حق غنیسازی صرف نظر کنه اولن اسرائیل هم حق و هم وظیفه داره که نظرش رو بگه به خصوص درباره چنین موضوعی و اون هم بعد از اینکه رئیس جمهور قبلی ایران اسرائیل رو تهدید به نابودی و پاک شدن از روی نقشه کرد اما برای اینکه دقیق تر جواب بدم باید بگم که هیچ حق اتوماتیک و مشروعی برای قنیسازی اورانیوم وجود نداره شورای امنیت سازمان ملل و نه اسرائیل پیش از این پنج قدنامه صادر کرده اینها تصمیمات مشروع شورای امنیت هستند ایران را از ساخت دستگاه های سانتریفیوژ یا قنیسازی اورانیوم من کردند چرا ایران قطنامه های شورای امنیت رایت نمیکنه؟ کنه؟ این حرف اسرائیل نیست قطنامه های شورای امنیت. نکته دوم که خیلی هم ساده است اینه که اگه همونطور که گفتم ایرانی ها واقعا دنبال انرژی هسته ای هستند ما نه فقط اسرائیلی ها بلکه غربی ها و همه جهان در بریتانیا در اروپا در آمریکا چیزی که میخوایم اینه که بتونیم کاملا مطمئن باشیم که اونها نخواهند تونست بمب اتمی تولید کنند برای این یک راه حل خیلی ساده وجود داره و اون اینکه مثل سوئد یا اندونزی سوخت ای رو مثلا از هلند یا روسیه بخرند در این صورت با یک وضعیت برد برد روبرو میشیم اونها برق هسته خواهند داشت و ما هم اطمینان خواهیم داشت که اونها نخواهند تونست بمب اتمی تولید کنند در مورد برخورد با ایرانیا شما در حال حاضر با آمریکایا همعقیده نیستین شما اخیرا در واشنگتن با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کردین بعد از اون دیدار مقامات دو طرف به سراحت گفتن که گفتگوهای شما خیلی دوستانه بوده اما اختلاف نظرهایی بینتون وجود داره در حال حاضر دقیقا چه اختلافی بین شما و واشنگتن وجود داره اول بگم که من از طرف اسرائیل صحبت میکنم من سه روز گفتگوهای مفصل داشتم و از جمله با حضور بسیاری از کارشناسان دو طرف درباره مسائل استراتژیک آمریکا و اسرائیل صحبت کردیم. در حال حاضر بر سر ایران چه اختلافی بین شما و آمریکا وجود داره؟ اولا ما در مورد هدف نهایی با هم توافق داریم. هدف نهایی فقط جلوگیری از تولید بمب از سوی ایران نیست، بلکه هدف اینه که ایران به توانایی ساخت بمب دست پیدا نکنه. این مسئله متفاوتیه و اهمیت حیاتی داره. ما بر سر هدف نهایی جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی ساخت بمب اتمی اختلافی نداریم بلکه در مورد روش و تاکتیک رسیدن به اون اختلاف داریم و همینطور درباره حداقل شرایط لازم برای دادن اطمینان خاطر به جهان از اینکه ایران نمیتونه بمب هسته ای تولید کنه اما دولت آمریکا از کنگره و به خصوص از سنا خواسته که فعلا بررسی وضع دور جدیدی از تحریم علیه ایران رو متوقف کنه همچنین در دولت آمریکا صحبت از دادن بعضی مشوقهای اقتصادی به ایرانه البته در صورتی که این کشور در دور بعدی مذاکرات با پنج بلاوه یک حاضر به همکاری و کوتاه اومدن در بعضی از موارد بشه حرف از آزاد کردن بعضی از دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا است آیا از نظر اسرائیل این کارها اشتباهه ما معتقدیم که کاهش فشارها بر ایران کار عاقلانه ای نیست همه قبول دارند که دلیل اومدن ایرانی ها به سر میز مذاکره و علاقه نشون دادن نسبی اونها به سازش و مصالحه تنها به دلیل فشارهای اقتصادی بسیار شدیدیه که بهشون وارد شده پس نباید پیش از رسیدن به هدف نهایی این اهرام رو کنار گذاشت و از فشارها کم کرد و اون یعنی یک توافق جامع و رضایت بخش آیا درک میکنید که بعضی از کسانی که در نقاط مختلف جهان به نصیحت های شما درباره ایران و تهدیدهای هسته ای این کشور که متوجه جهان میشه گوش میکنن احساس میکنن که در اینجا داره ریاکاری میشه به این معنی که اسرائیل صدها کلاهک هسته ای داره اما حاضر نمیشه به در اختیار داشتن اونها اقرار کنه از امضای پیمان من گسترش سلاحهای اتمی خودداری میکنه ولی از دنیا همچنان توقع داره در مورد ایران و برنامه هستیش حرفش رو گوش بدن ببینید من قصد ندارم به چیزی اقرار کنم اما واقعیت اینه که میبخشیم ولی این مسئله دقیقا همینه اسرائیل حاضر نیست هیچ گونه شفافیتی در مورد برنامه هستهی نظامیش داشته باشه به سوالتون جواب میدم نفس انجام این مقایسه توهینآمیزه و من در اون ریاکاری می بینم چون کاملا روشنه که اسرائیل ایران نیست شما میتونید اسرائیل رو با هلند، بریتانیا، فرانسه یا ایتالیا مقایسه کنید نه با ایران. اسرائیل یک کشور یهودی دموکراتیک کوچک و سرزنده است که باید در یکی از دشوارترین مناطق جهان دوام بیاره. اسرائیل هیچ وقت ایران رو تهدید به نابودی نکرده. اما ایران اسرائیل رو تهدید به نابودی کرده. پس این مقایسه غلطه. دست... میبخشین آقای وزیر ولی حرف من قدری با این فرق داره حرف من اینه که شما میگین این که ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه برای امنیت جهان کاملا غیر قابل تصوره اما خیلی کشورها سلاح اتمی دارن اگر ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه جهان باید ایران رو مهار کنه و با توجه به نحوه کار کرده مناسبات جهانی به نظر میاد مهار ایران کار ممکنیه اینطور نیست؟ بذارید اینطور بهتون بگم اول باید بیاد داشته باشیم که ایران چطور کشوریه ایران فقط یک حکومت بیرحم نیست ایران بزرگترین حامی تروریست در جهانه و پول، مهمات و آموزش در اختیار سازمان های مثل حزب یا جهاد اسلامی قرار میده ایران تنها کشوری در جهان که با اعزام نیروی نظامی از بشار اسد در جنگ داخلی وحشیانش حمایت میکنه و حمایت هاش تنها به تأمین پول و مهمات محدود نمیشه ایران از نظر شمار اعدام ها به نسبت جمعیت در جهان اوله ما داریم درباره کشور خطرناکی صحبت میکنیم روحانی لحن ایران رو تغییر داده ولی حکومت این کشور هنوز بسیار مشکل سازه Very very problematic regime من عمق نگرانی اسرائیل نسبت به ایران رو درک میکنم اما به نظر میرسه در چند ماه اخیر تغییر مهمی اتفاق افتاده و اون اینه که قدرت پیام اسرائیل مبنی بر اینکه اگر بقیه جهان مسئله هسته ایران رو حل و فصل نکنه و خود شما هم شخصا اصرار دارین که ایران ممکنه ظرف چند ماه به توانایی ساخت سلاح اتمی دست پیدا کنه پیام شما اینه که اگه بقیه جهان مسئله رو حل نکنن اسرائیل این کار رو خواهد کرد اما با توجه به شرایط جدید و با به قدرت رسیدن روحانی در تهران و ورود جامعه بین المللی به یک ابتکار دیپلماتیک جدید اینکه اسرائیل در چنین شرایطی یک تن به تهران حمله بکنه داره غیر قابل تصور میشه با این حرف موافقی؟ The notion that Israel in those circumstances would go it alone and militarily strike at Tehran is becoming inconceivable. Would you agree? من قصد ندارم راجبه اقدامات نظامی که اسرائیل قادره یا باید انجام بده صحبت کنم. یک مسئله روشن و بدیهیه. ما حق دفاع از خودمون رو داریم و این حق رو برای خودمون محفوظ میدونیم. در مقابل هر گونه تهدیدی به خصوص تهدیدهایی که میتونن موجودیت ما رو به خطر بندازن. اما میدونید چرا نمیخوام بیشتر به این موضوع بپردازم؟ چون ما امیدواریم که فرایند دیپلماتیک به موفقیت برسه. اگه این اتفاق بیفته ما میتونیم ازش حمایت کنیم میدونید که در ده سال گذشته مسئله اصلی اینه که اگر توافقی حاصل بشه که از نظر اسرائیل ناکافی باشه چطور چون یکی از مقامات دفاعی خیلی ارشد سابق اسرائیل به یکی از روزنامه های کشورتون گفته در صورتی که توافقی حاصل بشه ولی باب میل اسرائیل نباشه اگر اسرائیل به ایران حمله نظامی بکنه مرتکب نوعی خودکشی استراتژیک شده شما با این حرف موافقین نه من مخالفم ما در صورت نیاز از خودمون دفاع میکنیم به تنهایی این کار رو کنیم با وجود مخالفت آمریکا نمیخوام وارد این موضوع بشم ولی الان اینو گفتیم همونطور که میدونید ما در گذشته در سال 1981 راکتور هسته ای صدام حسین رو نابود کردیم و طبق برخی شایعات در سوریه هم مشابه همین کار رو انجام دادیم یعنی کسی در سوریه یک راکتور هسته زیرزمینی مخفی را از بین برد اما ما امیدواریم که راه حل دیپلماتیک رضایت بخشی به دست بیاد. بذارید در این مورد خیلی دقیق صحبت کنم. منظور توافقیه که متوجه هستم. خیلی شبیه مدل پیاده شده در لیبی باشه. مدل موفق لیبی و نه مدل کره شمالی. Right. بسیار خوب و شما میگین که اگر آمریکا با تهران به توافقی برسه که شرایط سختگیرانه شما را برآورده نکنه شما حق اقدام نظامی رو برای خودتون محفوظ میدونید اما آیا اطلاع دارین که میر داگان رئیس سابق موساد که حدود یک سال پیش در برنامه هارتاک شرکت کرد گفت که حمله نظامی اسرائیل به ایران نتیجه عکس خواهد داشت چون به گفته اون اولا اسرائیل به تنهایی توان نابود کردن کامل فناوری هسته ایران رو نداره و ثانیا این حمله به تندروهای ایران چراغ سبزی خواهد داد که بالاخره تصمیم نهایی رو درباره ساخت بمب اتمی بگیرن منیر داگان دوست منه اون در ریاست موساد عملکرد فوق خوبی داشت اما در این مورد با اون مخالفم البته نمیخوام بیشتر به این موضوع بپردازم من هیچ وقت درباره کارهایی که اسرائیل از نظر نظامی میتونه یا باید در مورد ایران انجام بده توضیح نمیدم و الان هم به این موضوع وارد نمیشم بسیار خوب متوجه هستم قبلا هم این جواب رو از اسرائیل شنیدم بزن یه چیز دیگه ازتون بپرسم البته به مسئله ایران هیچ ربطی نداره و به رابطه شما با واشنگتن مربوط میشه دیک چنی معاون رئیس جمهوری سابق اخیرا گفت که نگرانه که متحدان آمریکا و واضح بود که منظورش بیش از همه اسرائیل چندان به دولت فعلی اعتماد ندارد او گفت متحدان آمریکا از این بیم دارند که قضیه ایران مثل وضعیت بحث بر سر دخالت یا عدم دخالت در سوریه بشه اون میگه که این دولت حرفای جسورانه ای میزنه اما هیچ اقدام مؤثری انجام نمیده آیا شما هم همین احساس رو دارین نه به نظر من همیشه باید به نتیجه نهایی نگاه کرد در توافقی که با سوریه انجام شد خب سوریه مجبور شد و پذیرفت که زرادخانه شیمیاییش رو کاملا نابود کنه و همچنین ظرفیتش برای تولید چنین سلاحهایی در آینده را از بین ببره به نظر من این توافق خیلی خوبی بود میدونید چرا چون نیمه کاره نیست و یک توافق تمام و کماله. دولت سوریه از ظرفیت تولید سلاح‌های شیمیایی در آینده هم صرف نظر کرد. حالا باید منتظر پیاده شدن موفقیت آمیز این توافق باشیم. اما به نظر من توافقی که با وساطت روسیه و آمریکا با سوریه به دست اومد نمونه بسیار خوبی از این که فشار بین‌المللی چطور میتونه کارگر باشه و نتایج مطلوبی داشته باشه. در این مورد به خصوص آمریکا فشار بسیار زیادی وارد کرد و در چارچوبی وسیع تر... در نتیجه من در قضیه ایران کاملا بدبین نیستم اگر سوریه حاضر شد از سلاحای شیمیایی صرف نظر کنه ایران هم در صورت اعمال فشار کافی از برنامه هسته نظامیش صرف نظر خواهد کرد قبل از پایان بحثمون مایلم اگه بشه خیلی سریع به یکی دو موضوع دیگه هم بپردازیم یکی این مسئله مصر تصمیم آمریکا مبنی بر قطع بخش بزرگی از کمک های نظامیش به مصر یعنی حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار در سال در اسرائیل سر و صدای زیادی به راه انداخت نخست وزیر اسرائیل میگه اگه آمریکا بخش اعظم این کمک رو قطع کنه دوام توافقات صلح کم دیوید رو با چالش روبرو میکنه آیا فکر میکنید اوباما مرتکب خطای بزرگی شده به نظر من خیلی مهمه که دولت مصر بتونه ثبات سیاسی و اقتصادی رو به کشور برگردونه. مصر کشور بسیار مهمیه. اونها در صحرای سینا مشغول مبارزه با تروریسم هستند و برای اولین بار دارند با قاچاق اسلحه و موشک به داخل صحرای سینا و نوار غزه مبارزه می کنند. چون فهمیدن که این موشکها علاوه بر ما علیه خودشون هم مورد استفاده قرار می گیره. این خیلی مهمه. پس شما از جنرال هایی که زمام امور را در دست دارن راضی هستین و از آمریکایا میخوان که با وجود اینکه هیچ نشونی از بازگشت به دموکراسی به چشم میخوره به کمک مالی دولت مصر ادامه بدن من همیشه امید دارم که دموکراسی برقرار بشه دوست دارم در اطراف ما در خاورمیانه حکومت های به سبک دموکراسی های غربی برقرار بشه امیدوارم نتیجه نهایی اونچه پیشتر به نام بهار عربی معروف شد این باشه جهان باید در این دوران سخت به دولت و مردم مصر کمک کنه بسیار خوب نکته آخر گفتگوه صلح بین فلسطینی هست که به لطف تلاش فوق زیاد جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار بعد از وقفه طولانی از سر گرفته بشن بنیامین نتانیاهو میگه که حاضر به راه حلی که متضمن تشکیل دو کشور باشه فکر کنه. نوعی توافق زمین در برابر صلح. شما یکی از اعضای ارشد کابینه اون هستید. در سال 2008 روزنامه جروسلم پست از قول شما نوشت ایده تشکیل دو کشور مجزا باید کنار گذاشته بشه. تشکیل یک کشور فلسطینی در یهودیه و سامریه یعنی جایی که بهش کرانه باختری رود اردن هم میگن باعث نابودی اسرائیل خواهد شد. پس چه چیزی تغییر کرده؟ خب شما درست میگید من قدردان تلاش های جانکری هستم اما آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل برای از سرگیری گفتگوهای صلح با فلسطینی ها تلاش فوق ای از خودشون نشون دادن و از جمله با وجود مشکلات فراوان صد تروریست و جنایتکار رو از زندان های اسرائیل آزاد کردند و گام های برای بهبود وضعیت اقتصادی فلسطینی ها برداشتند حالا با این امید با همسایگان فلسطینیمون گفتگو میکنیم که به راه حلی نهایی برای تشکیل دو کشور برای دو ملت برسیم اما سوال من اینه که چه چیزی تغییر کرد شما در سال 2008 تاکید میکردین که ایده تشکیل کشور فلسطینی باید فراموش بشه چون باعث نابودی اسرائیل خواهد شد آیا باید باور کنیم که شما حالا جدا به تشکیل دو کشور با مرزهای تقریبا مشابه پیش از مرزهای سال 1968 اعتقاد دارین اول باید بهتون بگم که اکثر اسرائیلی ها از جمله خود من حاضرن در مواردی کوتاه بیان گذشت های دشوار برای رسیدن به صلح اما به دو شرط که اونچه در ازاش به دست میاریم صلح واقعی و پایان واقعی منازعه و به رسمیت شناخته شدن حق موجودیت اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی و همچنین امنیت واقعی باشه. میدونین چه چیزی بیش از هر چیز من رو نگران میکنه؟ اینکه با وجود اثر گرفته شدن گفتگوهای سرد دولت فلسطین یعنی دولت ابو مازن در رسانه های رسمی و کلاس های درس علیه موجودیت اسرائیل و یهودیان تبلیغ میکنه. این خیلی وحشتناکه. پیام اصلیشون اینه که دیر یا زود اسرائیل باید از بین بره و دیر یا زود یهودی ها باید کشته بشن یا از اینجا خارج بشن پس این باید تغییر کنه درسته این باید تغییر کنه چون مانع بزرگی در راه صلح ایجاد کرده خیلی اسرائیلی ها از خودشون میپرسند که آیا قرار به صلح واقعی برسیم یا به یک تکه کاغذ این باید تغییر کنه ولی آیا قبول داریم که چیز دیگری هم هست که باید تغییر کنه و اون عزم اسرائیل برای ساختن هرچه بیشتر شهرک یهودی نشین در سرزمین های اشغالیه گفته شده تعداد خانه هایی که در شش اخیر ساخته شده به نسبت شش ماه قبل از اون هفتاد درصد افزایش داشته و طرحهای دیگری هم برای ساخت شهرک های جدید وجود داره آیا قبول دارین که برای اینکه پیام شما مبدی بر ایجاد دو کشور بخواد جدی گرفته بشه این رویه هم باید تغییر کنه؟ به هیچ وجه بهتون میگم چرا در توافقات اسلو که نقطه آغاز روند صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها بود تعیین تکلیف مسئله شهرک ها به پس از تعیین نهایی وضعیت حقوقی سرزمین ها موکول شده وقتی اما شما با ساختن شهرک یهودی نشین بیشتر و بیشتر از سرزمین اشغالی هر روز مشغول تغییر وضعیت کرانه باختری هستیم ما معتقدیم که برای رسیدن به توافقهای جدید در آینده باید به توافقهای قبلی احترام گذاشت اگر حل و فصل این موضوع به پس از تعیین تکلیف وضعیت حقوقی سرزمین ها موکول شده پس همه این اعتراض ها و غیر منصفانه هستند بذارید نکته دیگه ای رو بگم وقتی جان کری در مورد تفاهم نامه نهایی برای از سرگیری گفتگوها با آقای نتانیاهو مذاکره و هماهنگی میکرد من در اتاق بودم همین چند ماه پیش بود کری خیلی سریح با هر دو طرف حرف زد روی یکی از ها آقای نتانیاهو بود و روی خط دیگه هم ابو مازن رئیس تشکیلات خودگردان کری خیلی واضح گفت ما گفتگوها را از سر خواهیم گرفت اسرائیلی ها صد زندانی فلسطینی رو آزاد میکنند، اما شهرک سازی ها متوقف نمیشه فلسطینی ها دارن در مورد چیزی شکایت می کنند که چهار ماه پیش با اون موافقت کردن این کار عجیبیه موقعی که وضعیت حقوقی سرزمین ها و توافق نامه صلح نهایی شد یعنی صلح واقعی و امنیت برای اسرائیل برقرار شد مطمئنم که خواهیم تونست همه مشکلات دیگر را حل و فصل کنیم اگر اسرائیلی ها بدونن که اونچه در مقابل دریافت میکنند صلح و امنیت واقعیه 70 یا 80 درصد اونها در امضای چنین توافق از آقای نتانیاهو حمایت خواهند کرد. Will If تموم شده. یوال خیلی ممنون از اینکه در هارتاک شرکت کردیم. ممنون از شما که برای دیدنم به بیت المقدس اومدید.